مطالعه با کلام الله کردم، رای دادی گفتی برو و الهی نمیمدم، الهی خودت رای دادی، الهی خودت رای دادی به کلام الله یا کلام الله به وجدان مردان عالم. من فقط برای رفع مشکلات این مردم آمدم، هیچ کاری ندارم. فرزند علی حسین، پدر پدرم عبدالحسین، پدر عبدالحسین نصرالله، پسر پدر نصرالله یدالله. فرمانده بازنشسته هفتم جمهوری اسلامی هست. این روز فرخنده رو شما تبریک میگم، نوروزت قبول باشه. هدفم اینه که بیام واسه کلا واسه مملکتم کار انجام بدم. حرف نباشه. آقای دکتر لطفاً بیایید جلو. بنده فعلاً تصمیمی برای اینکه مثلا به نفع کسی کنار برم ندارم. آمدیم رقابت بکنیم و انشالله تا آخر هم خواهیم بود. من شاید حدود 20 روزه که با ایشون صحبت نکردم، نه صحبت حضوری نه تلفنی، و واقعا اطلاع ندارم که اصلا ایشون میخواد بیاد نمیخواد بیاد. حالا ایشون هم اگر بیاد مثل بقیه کاندیداست. من اصلا حتی من بدون اطلاع ایشون وارد صحنه انتخابات شدم و بنابراین ورود یا عدم ورود ایشون هیچ تأثیری در روش بنده نخواهد داشت. مسئله دوچرخه سواری بانوان اصلا موضوعیت نداره. هیچ مرجع تقلیدی نمیتونه بگه دوچرخه سواری بانوان ممنوعه. صرف اینکه پوشش خودشون رو رعایت بکنند هیچ ممنوعیتی نباید داشته باشه و ما بی جهت مسائل زنان رو بزرگ نکنیم. عرض کنم که اولا من امیدوارم که این اتفاق نیفته و شورای نگهبان یه تغییری در رویه خودش بدهد. اگر هم این دوستان اصرار بر این کار داشته باشن، به هر حال در نهایت ما باید تابع قانون باشیم. یه کاری، یعنی کاری از همون برنمیاد، میخوایم چیکار کنیم؟ باید بریم خونه بشینیم. تقریبا معتقد به یک دولت ائتلافی هستم و هیچ تعصب گروهی ندارم. نه بابا من حالم خوب نیست اصلا. آخرین جلسه ای که سه روز قبل با حضور خود بنده تشکیل شد، به گزارشگیری نهایی شد که نشان دهنده اینه که کاملا فضای امنیتی در انتخابات مساعد رصد مستمر میشه. خب تا دیروز آخر وقت ما 130 نفر رو دوستان بنده در وزارت کشور با همکاری همه دستگاه ها ثبت نام کردن. تلاش میکنیم حداقل محدودیت و حد اکثر انشاءالله تأثیر باز در هر حال اولویت ما سلامت و جان مردمه. این که الان مطرح هست این بس ابلاغیه وزارت کشور و شورای نگهبان هست. اونا هم میگن ما قانونی عمل کردیم، وزارت کشور هم میگن ما قانونی عمل کردیم. بالاخره
ابهامی کجاست؟ نه هیچ ابهامی نیست. هم اونا قانونی عمل کردن، هم ما قانونی عمل کردیم. هیچ مشکلی هم ما با شورای محترم نگهبان واقعا نداریم. هماهنگی کامل داره انجام میشه. حالا خیلی ها مثلا از این فضاها زنن برداشت اختلاف یا برداشت به هر شرایط نامناسب هماهنگی بکنن. الحمدلله انجام شده. تا الان ما هیچ مشکل نداشتیم. هر کس اومده ثبت نام کرد. دیگه چند آقای دکتری دارم ببینیم این شو چرا؟ برای شفاف سازی میذارم من اینکه شفاف کنیم شناسه من جدیده ها من در همه انتخابات شرکت کردن ولی فعلا تو اینجا مور کم دارم آقای دکتر رو بریم برم آقای معلوم باشه شناسه امروز کشور ما در دو سطح ملی و بین المللی درگیر چالش‌های انباشتی و فزاینده است که مشروعیت، کارآمدی و ثبات نظام سیاسی و امنیت و توسعه کشور و رفاه و معیشت مردم را مختل و اداره آن را پرهزینه کرده است. دولت پاسخگو رأی مردم را و جامعه مدنی را در انتخاب مدیران مربوط دخالت می‌دهد و از حق مردم برای پرسشگری و برای اعتراض در قالب‌های مختلف از جمله برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز حمایت می‌کند. دولت پاسخگو با حمایت از رسانه‌های آزاد و شناسایی حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از گزارشگران فساد عرصه را برای همه فاسدان تعیین می کند. امروز آنچه بیشتر مردم را رنج می دهد این است که تقریبا هیچ یک از ارکان حاکمیت و قوای مختلف کشور در قبال وظایف و مسئولیت هایی که دارند خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی دانند. هر تصمیمی که نهایتاً جبه اصلاحات ایران بگیره من تابع اون تصمیم هستم. در حال حاضر هیچ رأی‌گیری در جبه اصلاحات انجام نشده. بنابراین شده که پس از ثبت نام رأی‌گیری انجام بشه. من به عنوان اولین در واقع برنامه‌ی خودم بحث مدیریت بحران کرونا رو اولویت میدم. حالا چه در بحث واکسیناسیون، حمایت از کادر بهداشت و درمان و چه در بحث پشتیبانی از کسب و کارهایی که در اثر این بحران دچار مشکل شدن. همچنین امیدوار هستیم با مذاکرات جاری در سطح بین المللی و البته دولت آینده هم اینو تقویت میکنه، ما هم در واقع انشاءالله تحریم ها رو برخواهیم داشت با اقتدار. البته الان که ما اینا رو میبینیم اصلا مملکت رو داغون کرده، اصلا دستشون فقط تو جیب مردم هست. آقا یه بار دیگه اسم خواهی مشکلات و موزلات و گرفتاری و